سلام خدمت و دوستان عزیز خب بریم سراغ ادامه کارمون و اینم لینک فایل تو پایین جلسه قبل همین چیزی که الان می‌بینید اینجا هست میخوام این دکمه اد رو به نحوی پیاده سازی بکنم که بتونم یه دونه پست به این اضافه کنم میام داخل کدم این تیکر دیگه پاک میکنم اوکی. یه چیز دارم به نام هندل اد اینو برمیدارم فعلا خب تو اینجا میخوام بنویسم این دکمه اد که شما میزنید این متد فراخونی میشه یه دونه پست خودم اینجا درست میکنم هر پست دو تا قسمت داره یک دونه تایتل داره یه دونه چی داره بادی داره نگاه کن اینجا رو یه تایتل داره یه بادی داره این آیدی رو خودش درست میکنه پس میگم که یه دونه آبجکت بر من درست کن که این آبجکت من یه تایتل باید داشته باشه تایتلش رو مثلا میذارم یه بادی هم داشته باید داشته باشه خب و چرا حس کنم این اشتباهه دو تا این درسته؟ دو تا حالا این میشون پست فیکی که من میخوام درست کنم حالا این رو میخوام بفرستم سمت سرور که اضافه بشه به لیست پستام. دوباره چکار میکنم؟ از اکسیوز استفاده میکنم اکسیوز دات این دفعه دیگه از گت استفاده نمی کنم گت برای گرفتن اطلاعات برای ارسال اطلاعات از پست استفاده میشه خب اینجا باید آدرس که میخوام ریکوست بزنم رو بنویسم برای اینکه این آدرس رو هی مدام تکرار نکنم میام چیکار میکنم؟ این یه من برمیدارم یه ولیه بر یه به لورز میکنم این بالا اسمشو رو میذارم که تکرارش نکنم یه بار میذارم اینجا اینم دیگه نمیخواد پارامتر دومی که بعد به پست پاس بدیم اون چیزیه که قرار سمت سرور حساب بشه به عنوان اطلاعات میشم این آبجکت این اسینک من یه اه... یعنی اکسیس من یه که پس ایویت بعد بذارم ایویت می‌ذارم جوابشو در آینده می‌ریزم داخل یه چیزی به نام ریسپانس مثلا کانست ریسپانس مثلا یه چون ایویت نوشتم بعد خود هندل اچ چی بشه ایسینک بشه async ای رو اینجا اضافه میکنم قبل از arrow اینجا اضافه نکنید بچه ها مثل این نیست این یه نوع دیگه ای از فانکشنه این arrow function باید قبل arrow بذارید خود ریسپانس رو هم چکار میکنم دی اکسترکچر میکنم دیتاش رو میکشم بیرون پست یه نکته اینجا هست من اینجا نوشتم پست جمع این اینجا نوشتم پست یه دونه پسته شما زمانی که پست میزنید ریکوست پست میزنید در جواب به شما یه دونه پست برمیگردونه همون پستی که شما فرستادید برمیگردونه بریم اینو با هم ببینیم الان ببینیم چه جوری برمیگردونه خب نیا یه تایم میگذره در اون چند میلی ثانیه و ببینیم آیدیشو گذاشت 101 چرا 101 گذاشت من 100 تا پست دارم 100 تا پست دارم اینو گذاشت 101 یه بار دیگه میزنم باز گذاشت 101 یه بار دیگه 101 تقریبا اضافه نمی‌کنه این رو پس خیلی بچه به این آیدیه نمیشه اطمینان کرد خیلی به این آیدیا نمیشه اطمینان کرد چرا جلوتر یه خطایی میده که میبینید خطایی که نه یه وارنینگ میده بهتون خب بریم سراغ این حالا من میخوام این پوستر رو به لیست پستهای قبلی اضافه کنم و اون آپدیت کنم یه آرایه جدید درست میکنم اسمش رو میزنم پست این پست جدید رو بهش اضافه میکنم پست قبلی ها رو میریزم داخلش با اسم دو پراتو. دیزداد استعداد پست اولش هم اضافه میکنم اگر اگر اینو بیان بذارم بعد از این میره آخر لیست آخر لیست من میخوام اولش باشه بعدش هم استیتم هم آپدیت میکنم بنی با هم ببینیم تا اینجا این کار رو انتظار دارم الان من این ادو بذارم این بالا یه دونه پست اضافه شه اضافه یکی دیگه میذارم حالا اون وارنینگ که میگفتم کجاست اینهاش چون من روی این دارم مپ میزنم دیگه روی این مپ زدم این پستال رو به من نشون بده نگاه کنید یه جایی توی این کودم مپ زدم این شما وقتی مپ میزنید روی یه سری عناصر یک آرایه اون عناصرهایی باید منحصر به فرد بشن یک کلید منحصر به فرد داشته باشن کلید رو گرفته آیدی چون این آیدی که سرور برای من جنریت میکرد یادتون باشه 101 101 101 تکراری بود این همچین وارنینگی میده بعدا درستش میکنیم اصلا نگران نباشید اصلا فعلا مهم نیست خب بریم یه این فرایند ریکوست رو اینم دقیق با هم دیگه ببینیم من ادو میزنم می خب بذار با یه بار سفر کلا رفرش کنم چرا لیست رو نهی ریکوست نزد اوکیه رو فعلا نزده یه مدار صبر کنیم خب اومد یه با تاخیر اومد ادو میزنم یه مدار صبر میکنم تا یه دونه اپدیت بشه خب بینیم بینیم ریکوست که تا الان زدیم به چه صورته میام تو تب نتورک اینجا نیا کنید من یه ریکوستی زدم اولی نیا کنید این اون آبجکتی که فرستادم هدرش رو ببینیم اول نیا کن. از نوع پست دیویست و کدی کودی که داده ریموت آدرسش هم اینه بین آدرس فرستادیم و ریسپانس هم که داده اینه یعنی من این دوتا رو فرستادم این جواب به من ریسپانس برگردونده اولیش رو اگه بتونیم یه بار ببینیم با هم دیگه اجازه بدید یه میده سب خیلی داره با تاخیر جواب اینترنت هم خوب نیست خب دوست ما روزه اینترنت هم خوب نبود الان نیا کنید وقتی سفر لود میکنم این ریکوستی که اولیهی که زده میشه برای گرفتن لیست پست که ریسپانس هم که میده نیا کنید لیست تمام پست خیلی عمالی خب بریم سراغ بحث آپدیت چجوری آپدیت رو انجام بدیم یه چیز دیگه داریم به نام هندل آپدیت یه پست به عنوان ورودی میگیره وقتی من روی یه پست روی دکمه آپدیتش میزنم اون پست رو به عنوان ورودی میگیره خب میام میگم که پست دات تایتل مساوی میذارمش با آپدیتت یعنی این تایتلش رو عوض میکنم بذار همه حروف بزرگ برسم خب پس تایتل پوستر رو عوض میکنم بعد این پوستر رو میخوام بفرستم سمت سرورم پست رو آپدیت بکنه میگم اکسیوز دات پوت به کجا به API پی به اضافه یه به اضافه پست دات آیدی توی داکیومنتش اگه ببینید نانیا کنید از اینجا داره میاد با پچ هم میتونید این کارو بکنید نه فرق نمی ولی خب با پوت انجام میدیم ما پست اسلش آیدی اون پسته میتونید راهنما هم بخونید که اگزمپل رو ببینید به این آدرس میخوام بفرستم چی رو بفرستم پست جدیدو پستی که تایتلش رو من خودم دستی آپدیت کردم این به من چی برمیگردونه پرومایز برمیگرده بعد دوباره میکنمش ایسینک اینجا یه ایسینک میذارم اینجا مینویسم کانست دیتا مسایس با اویت و در نهایت کنسول داتا میکنم دیتا جیدو بریم ببینیم تا اینجا شو خب این پست جدیدی که برگردون تایتلش رو عوض کرد حالا اگه من مقدار استیت هم آپدیت کنم باید این تایتل عوض بشه بریم این کار انجام بدیم پس من ریکوست رو زدم یه پست رو تایتلش آپدیت کردم و آپدیت شد حالا فرموده استیتم هم آپدیت بکنم اینو پاک میکنم تو قسمت دوم اینجا دیگه نیاز به ذخیره جواب ندارم صرفا فقط ریکوست رو میزنم میگم آپدیت کن یا میگم کانست لیست های قبلی رو میگیرم خب لیست پست قبلی رو میگیرم ایندکس این پستر رو لازم دارم با ایندکس آف میگم ایندکسش رو شما لازم دارم خب بعد میگم تو لیست آرایه ها برو تو این ایندکس مقدارش رو مقدار جدید آپدیت کن نکنید پست تایتلش رو عوض کردم دیگه میگم برو اون قبلیه رو با جدید آپدیت کن و در نهایت استیت هم آپدیت کن با مقدار جدید پس وقتی کاربر من دکمه آپدیت رو میزنه من اون پوستر رو به عنوان ورودی میگیرم تایتلش رو عوض میکنم میفرستم سمت سرور که اطلاعاتم آپدیت بشه بعد این سمت لیست پست قبلی رو می‌گیرم ایندکس این پستی که روش کلیک کردم رو میگیرم پست رو آپدیت می‌کنم استیت هم آپدیت می‌کنم بریم ببینیم با هم عوض شد این هم عوض شد این هم عوض شد خیلی مالی بریم سراغ دیلیت اما برای دیلیت برای دیلیت هم نیا کنید دقیقا همون آدرسه پوست به اضافه اد هندل handle دوباره این رو میکنم async همینجا await access.delete به ای پی آی اند پونت به اضافه ای سلاش به اضافه ای پوست دات ای و کانست لیست پست ها باید آپدیت بکنم اون پست به خصوص رو باید حذفش کنم پس میگم برو روی لیست پست های قبلی یه فیلتر بزن به ازای هر پست چک کن اونایی که آیدی شون مخالف این آیدی پست است رو نگه دار و برو استیت هم آپدیت کن یعنی با هم چک کنیم تا اینجا رو میری شد یه وقفه ای داره خاطر اون ریکوست است و بعد پاک میشه این هم از بحث دیلیت دیلیت و آپدیت رو دیدیم و ساخت در حقیقت پست رو هم دیدیم بریم بیام جلساتی بحث رو ادامه میدیم فعلا